در ادامه جلسه دادگاه و پس از قرائت بخش دوم مقدمه کیفرخواست، رسیدگی به کیفرخواست آرش رحمانی پور عضو گروهک تروریستی انجمن پادشاهی، ناصر عبدالحسینی عضو گروهک تروریستی منافقین، رضا رفیعی متهم به جاسوسی، حسین رسام تحلیلگر ارشد سفارت انگلیس و خانم کلیوتی دریس تبعی فرانسه برگزار شد. در ادامه دادگاه کیفرخواست انفرادی متهمان قرائت شد که متهمان در خصوص اتهامات خود سخنانی بیان و وکلای آنان نیز لایحه دفاعیه ارائه کردند. میر محمد حسین رسام تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس در تهران در تشریح اقدامات خود و نقش سفارت انگلیس در اغتشاش‌های اخیر گفت: از جمله فعالیت‌های دیگر دیپلمات انگلیسی در موضوع انتخابات، تلاش اونا بود در جهت پیدا کردن مرتبطین در ستادهای انتخاباتی نامزدها، که در این راستا من میتونم به تلاش‌های الکس پینفیلد که دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان در تهران هستن برای ملاقات و مذاکره با چند نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای مختلف اشاره بکنم. حوادث بعد از اون هم همینطور، و طبق دستور سفارت از کارمندان محلی خواسته شده بود که حضور فعال داشته باشن در تجمعات و اغتشاشات غیرقانونی همراه با دیپلمات انگلیسی، که به خصوص دو تا دیپلمات اخراج شده آقای تام برن و پول بلمی، اینجا میتونم بهشون اشاره بکنم، آقای تام برن از بخش سیاسی و آقای پول بلمی از بخش ویزا، و حالا من مصادیقی را میتونم خدمتون بدم در مورد حضور این دیپلمات ها در این تجمعات. یکی آقای تام برن، دبیر دوم سیاسی سفارت انگلستان، در مبارخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان های صنایع مطهری ایشون رفته بودن. آقای الکس پینفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان، در مورخه 24/3/88 در درگیری و تظاهرات خیابان‌های صنایع مطهری حضور داشتند. پاتریک دیویس، کاردار سفارت انگلستان، در راهپیمایی غیرقانونی خیابان انقلاب تا دانشگاه شریف حضور داشته. سم مورگان، دبیر سوم مطبوعاتی سفارت، در مورخه 25/3/88 حد فاصل خیابان‌های مطهری و شریعتی ایشون حضور در تظاهرات درگیری غیرقانونی داشته. مورد پنجم آقای تام برن، دوباره دبیر دوم سیاسی سفارت، در مورخه 28/3/88 در راهپیمایی آرام خیابان انقلاب حضور داشته. و همچنین آقای پول بلمی که پیشتر اشاره کردم بهشون معاون بخش ویزای سفارت بودن، در مورخه 28/3/88 در خیابان فردوسی روبروی منوچهری مبادرت به عکاسی از تجمعات میکردن. آقای سام مورگان، باز دبیر سوم مطبوعاتی سفارت انگلیس، در مورخه 27/3/88 در خیابان کریم خان، جایی که راهپیمای آرامی داشت برگزار می‌شد، ایشون حضور داشته. و اینجا شایان ذکر هستش که الکس پینفیلد، دبیر اول سیاسی سفارت انگلستان، از احدی از کارمندان محلی درخواست کرده بود تا صبح روز پس از تجمع غیرقانونی میدان بهارستان از آثار تخریب اموال عمومی گزارش تهیه کنن، که در واقع میشه روز چهارم تیر فکر میکنم، چهارم تیر ماه. همچنین در تاریخ، باز در تاریخ 28/3/88، سفیر انگلستان در ایران آقای سایمون گس همراه با پاتریک دیویس که کاردار سفارت میشن، نسبت به مشاهده راهپیمایی آرام و غیرقانونی طرفداران اقدام کرده بودن. یکی دیگه از اعضای بخش سیاسی بودن، دبیر سومی بودن آقای دومینیک رودز، که ایشون در دو مقطع لباس سبز پوشیدن و در میان مردم ظاهر شدن. محمد رضا علی زمانی از دیگر متهمان دادگاه رسیدگی به اتهامات عناصر دخیل در اغتشاشات اخیر بود که در سخنانی با بیان چگونگی پیوستن خود به انجمن پادشاهی ایران و فرا گرفتن آموزش‌ها گفت: آمریکایی‌ها بالاتر رفته بود، چرا که اونها مسائل رو می‌خواستن در رابطه با اطلاعات داخلی ایران، که ما بتونیم توسط رابطینمون در ایران اطلاعات داخلی نسبت به مسائل دولتی و غیر دولتی رو جمع‌آوری بکنیم، مباحث مربوط به دانشگاه‌ها، جنبش‌های دانشجویی
مباحث مربوط به فعالین کارگری، تحصنها و مسائلی که در اقصانقات کشور رخ میده در این زمینه، مشکلات مردم رو دامن بزنیم، اونها رو جمع‌آوری بکنیم و در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدیم. همچنان نشست داشت که در یکی از روزها ایمان آفار که همون شخص ایمانوئل یهودی اسرائیلی بود با من تماس گرفت و ارتباط من رو با شخصی در کردستان عراق برقرار کرد و عنوان کرد که از این به بعد شما با این شخص در ارتباط باشید و ایشون برنامه‌ریزی و جلسات شما رو هماهنگ میکنه و شما رو پیش میبره. تا اینکه من با اون شخص ارتباط برقرار کردم، بعد از ارتباط من با اون شخص این فرد رأساً اعلام کرد که من عضو سرویس اطلاعاتی اسرائیل هستم که در عراق ساکن هستم و در سازمان‌های مختلف بین المللی فعالیت می‌کنم، که از این به بعد این شخص ارتباط ما رو با آمریکایی‌ها و جلسات ما رو طرح و برنامه‌ریزی می‌کرد. تیم جدید سرویس اطلاعاتی آمریکا به ملاقات ما اومد در شهر دوحک و بحث‌ها و گفتگوهایی بین ما مطرح شد و مسئول این تیم شخصی بود به نام مایکل که مسئولیت کار تیمی رو به عهده گرفته بود. در گفتگوهای اولیه اونها همون نیاز به اطلاعات داخلی رو اعلام کردن و عنوان کردن که مسائل روز ایران رو برای ما جمع‌آوری بکنید، چرا که ما طرح و برنامه‌های ویژه‌ای برای ایران در نظر داریم و می‌خوایم با جمع‌آوری این طرح و برنامه‌ها و ارائه اونها به واشنگتن از اون جایگاه رأساً تصمیم‌گیری صورت بگیره تا بتونیم جریانات پیش اومده در ایران رو جهت بدیم. اصلی ترین بحثی که مورد توجه نیروهای آمریکایی بود برنامه‌ریزی در خصوص مباحث انتخابات بود، جمع‌آوری اطلاعات از داخل ایران و فرستادن اون به خارج و اینکه ایجاد اختشاش‌های آنچنانی در انتخابات داشته باشیم.